کشورهای کانادا و نروژ و سازمانهای حقوق بین المللی در خصوص بازداشت فعالان حقوق بشری در عربستان به ویژه اسرائیل غمغام که به اتهام تحریک برای تظاهرات به اعدام محکوم شده اند شدیدن ابراز نگرانی کردند. سما حدید مدیر خاورمیانه سازمان عفو بین الملل گفت هدف از محاکمه الغمغام ساکت کردن مخالفان در منطقه شرقی عربستان است در حالی که الغمغام هنوز به سی سال نرسیده و به هیچ اقدام خوشنطامیزی متهم نیست اما با این حال با خطر اعدام روبروز وی تنها به دلیل درخواست دادستانی عربستان سعودی و مخالفت با سیاست های تبعیزگونه و سرکوب محکوم شده است. گناه الغمغام شرکت در راهپیمایی های مسالمت همیز برای مخالفت با سیاست تبعیزی و انتشار چندین عکس و بخشهایی از اعتراض در رسانه های اجتماعی بوده است. حدید افزود، عربستان بیش از همه کشورهای جهان در محاکمه های سیاسی حکم اعدام را اجرا می سارا ساره لی آویتسان، مدیر مدیر خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر نیز گفت، درخواست دادستانی موجب شده تا اسرائیل غمغام اولین فعالی باشد که به خاطر اقدام حقوقی خود با اعدام روبرو می شود و این سابقه خطرناک برای فعالان دیگر است که همکنون پشت میلاهای زندان هستند از سوی دیگر نیز سازمان عفو بین از ریاض خواست حکم اعدام این پنج فعال مدنی را لغو کند این سازمان همچنین از جهانیان خواست پرونده سیاه عربستان سعودی در حقوق بشر را نادیده نگیرند و برای محاکمات سیاسی و اقدامات مخالف قوانین بین الملل پایانی قرار دهند. به گفته کارشناسان چیزی که به نگرانی حقوق دانان درباره زندگی الغمغام و چهار فعال دیگر دامن میزند سوابق دادگاه عربستان سعودی در مجازات مخالفان مسالمت جوست زیرا ریاض در سال 2016 میلادی آیت الله شیخ نمر باقر نمر روحانی شیعه برجسته عربستان و 33 نفر از پیروان اهل بیت علیهم السلام را اعدام کرد که بزرگترین اعدام گروهی در این کشور بود